وقت خبرها. تجمع در مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب، معترضان شعارهای تند ضد حکومتی دادند. توضیحات تازه فرماندهان جنگ درباره عملیات کربلای 4، 30 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق. اما اگرهای خروج نظامیان آمریکا از سوریه، سناتور ارشد آمریکایی میگوید ترامپ خیالش را راحت کرده. و تصاویری زیبا از زشتی‌ها، نمایشگاه عکس‌های هنری فر در موزه علوم طبیعی برلین. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در تهران گروهی معترض در مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران آغاز شد، اما در آن شعارهای ضد حکومتی داده شد. در سانحه اتوبوس هفته گذشته 10 نفر کشته و بیش از 25 نفر زخمی شدند. دانشجویان در این واحد دانشگاهی در 2 روز گذشته دست به اعتراض زدند و در مقابل دفتر علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای این دانشگاه، شعار دادند. امید منتظری این خبر رو دنبال کرده، همکارم اینجا با ماست. امید، بیشتر برامون بگو امروز چه خبر بودش؟ بالا امروز قرار بودش که در واقع یک تجمع دانشجویی در همبستگی با دانشجویان معترض دانشگاه آزاد شکل بگیره، واحد علوم و تحقیقات، اما این تبدیل شد به یه تظاهرات ضد حکومتی. در واقع اول یک فراخوانی اومد از طرف بعضی از دانشجویان دانشگاه تهران، اما این ما دیدیم که در تصاویر پلیس ضد شورش وارد شد، در برخی از تصاویر نیروهای لباس شخصی دیده میشند، سعی میکنند مردم رو پراکنده کنند، اما در مقابل کسانی که اومدند شعارهای خیلی تند ضد حکومتی سر میدن، شعارهایی مثل شعار مرگ بر دیکتاتور که در تصاویر ما واضح بودش. به نظر میرسه که تظاهرات امروز فراتر از یه تظاهرات دانشجویی بوده، مثل نوسال کسایی که در تصویر میبینیم همینو نشون میده، و در مجموع میشه گفتش که اینم در ادامه دومینوی اعتراض ها و تظاهرات هایی که در چند ماه اخیر در ایران، یا حداقل 1-2 ماه اخیر در ایران مشاهده کردیم، به سرعت از یک تظاهرات صنفی دانشجویی تبدیل شد به یک تظاهرات ضد حکومتی. شعارها را هم شنیدیم، شعارهای ضد حکومتی بودن. چی شد که اینجوری شد؟ چون 2 روز گذشته که توی دانشگاه علوم تحقیقات تجمع شده بود، معمولا شعارهایی بود مربوط خواسته ها این بودش که مثلا مسئولان این حادثه تصادف بازداشت بشن یا پاسخگو باشن. خواسته ها اول از این شروع شده هستن که استعفای مسئولان دانشگاه آزاد، چون همونجور که نمایندای مجلس میگن بعد دانشگاه آزاد نظارتی نیست که مثلا روی دانشگاه های دولتی هستش، به خاطر اینکه نمایندای مجلس نمیتونن نظارت داشته باشن، و اونا میگن با توجه به شهریه ای که دانشجوها میپردازن، امکاناتی که در اختیار اونها قرار میگیره، مثل همین امکان حمل و نقل، امکان مناسبی نیستش. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که دانشجویان در مقابل مطالبه‌ای که داشتن، مثلا استعفای مسئولان، این اتفاق نیفتاده، در نهایت یک گزارشی اعلام کردن که به قوه قضاییه دادن، یعنی فرماندهی راهنمای رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده که ما یک گزارشی بدیم به قوه قضاییه، جزئیاتی از حادثه اعلام کرد، اما این جزئیات قانع نکرد دانشجویان. و با این حال اتفاقی که امروز افتاد با اعتراضی که توی خود دانشگاه آزاد شکل گرفت خیلی متفاوت بود. به هر صورت تصاویر نشون دهنده درگیری بین نیروهای امنیتی و گارد ویژه با معترضان، و گاز اشکاور زده شده، شعارهای تند سر داده شده، و به نظر میرسه که ماجرا
البته تا اینجا کار این تصاویری که ما می‌بینیم، اما امروز آقای عبدالعظیم رضایی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران مصاحبه کردند، گفتند که معترضان فرصت طلب بودند، تجمع پراکنده بوده، تعداد معترضان رو 20 تا 30 نفر برآیند کردند که با در واقع تصاویر ما خانایی نداره، و در عین حال گفتند که کنترل اوضاع رو به دست گرفتند. یعنی الان حداقل اعلام کردن که در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران وضعیت به حالت عادی برگشته. مقام های دیگه هم بودن که واکنشی نشون بدن، چون دیروز دادستان کل تهران رفته بود پیش دانشجویای علوم تحقیقات، ولی گفته بودن که این تجمع نباید برگزار بشه چون مجوز نداره. اعلام کرده بودن که تجمع مجوز نداره. اولا تجمع داخل دانشگاه اون شکل مجوزی که مقامات امنیتی انتظامی تهران نیاز دارن نیاز نداشته. امروز هم آقای عبدالرضایی معاون فرماندار گفته این موضوع رو. مسئله اینجاست که این تجمع بیرون دانشگاه برگزار شده، در خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران، در خیابان انقلاب این تجمع برپا شده. البته تجمع اونجا که تصاویر نشون میده جمعیت هست اما پراکنده است، اما به نظر میرسه که در واقع این ماجرا هم مثل در واقع تجمعهایی که ما شاهد هستیم توی این مدت زیاد شده، یه شکلی از اعتراضی در خودش داره که فراتر رفته از این مسئله صنفی، از این مسئله دانشجویی. سال گذشته، یعنی سال اواخر سال 96، وزارت کشور اعلام کردش که تا قبل از هفتم دی ماه، یعنی روزایی که الان ما دوباره به سالگردش رسیدیم، نزدیک 5000 تجمع غیرقانونی در ایران برگزار شده، تجمع بدون مجوز برگزار شده، اما این تجمع ها منجر به درگیری نشده. وزارت کشور گفته بودش که اگر ما نتونیم تا حدی فضا رو کنترل کنیم، نتونیم خواستا رو برآورده کنیم، احتمال میده که این تجمعات تو سال 97 اضافه بشن. الان دو تا از مقامای ایران اعلام کردن که مقامای بلندپایه مثل رئیس قوه قضاییه اعلام کردن که ما باید مراقب فتنه هایی باشیم که در راه اونجور که اونها در واقع اعتراضات و فتنه میخونن و نگرانن از گسترش اعتراضات. ممنونم ازت. بیشتر در این باره بازم با هم صحبت میکنیم. همکارم امید منتظری. به دنبال جنجال برانگیز شدن توییت محسن رضایی در مورد عملیات کربلای 4، او با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته محتوای توییتش به گفته او تحلیلی پسینی بوده. آقای رضایی در زمان جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه پاسداران بود. او پیشتر در توییتر نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب ارتش عراق انجام شده بود. عملیات کربلای 4 رو ما برای این انجام داده بودیم که از اروند عبور کنیم، و اگر راهمون باز بود ما دیگه از شلمچه ادامه نمیدادیم، از همون جزیره ام الرصاص میرفتیم، از جنوب بصره در می اومدیم که اگر نقشه باشه رو نقشه هم میشه توضیح داد. منتها وقتی ما دیدیم که جزیره ام الرصاص بسته است و مصلحت ما نیست، تقریبا دیگه ساعت 5 و 6 ما دستور عقب نشینی دادیم. هیچگاه ما عملیات های بزرگمون یه مرحله ای که نبوده که عملیات کربلا 4 که ما صبح دیگه مطمئن شدیم کجاها بازه و کجاها بسته است، متوقف کردیم، ادامه ندادیم. بعد ما 260 گردان نیرو آورده بودیم پایگار، قرار بود 60 گردان توی مرحله اول وارد بشن. ساعت 3 و 4 به بعد که من متوجه شدم دیگه بیشتر از 40 گردان وارد نکردیم، 20 گردان دیگه رو با اینکه مصمم بودیم همون شب وارد عمل کنیم متوقف کردیم. صحبت‌های محسن رضایی بود. همزمان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و از فرماندهان ارشد زمان جنگ هم تلفنی در برنامه حالا خورشید شبکه 3 تلویزیون ایران، همین برنامه‌ای که آقای محسن رضایی هم در شرکت داشت، حضور پیدا کرد. آقای سلیمانی گفت کربلای 4 عملیات اصلی ایران در سال 1365 بود، اما به گفته او موفقیت عملیات کربلای 5 باعث شد که عراق گمان کند کربلای 4 عملیات فرعی بوده. عملیات کربلای 4 ما عملیات اصلی بود، اما وقتی با سرعت کمتر از 15 روز ما عملیات کربلای 5 را که بسیار بزرگتر و توفنده تر از کربلای 4 بود و ما را به کرانه بصره رساند انجام دادیم، دشمن تصور کرد
که عملیات کربلای چهار یک عملیات فری بوده، ولی از دید ما کربلای چهار ملت اصلی بود و ما بر مبنای ملت اصلی سرمایه گذاری های بزرگی کرده بود. برای صحبت بیشتر در این باره مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، چرا آقای محسن رضایی و آقای سلیمانی لازم دیدن دوباره در این مورد توضیح بدن؟ خوب میدونید که این توییت عجیب غریب، ادعای عجیب غریب آقای محسن رضایی در واقع واکنشی غیر قابل تصور داشت. بعد از حدود 37-38 سال فرصت مناسبی فراهم شد که در واقع صفحات ناخوانده جنگ، بخشی از جنگ که هنوز هیچ وقت باز نشده، در موردش بحث بشه، مخصوصا که از اون مقطع در واقع دو نسل تازه آمده. یکی از اخباری که این مدت ها خیلی بازخوانی شد، سخن در واقع مصاحبه سردار امین شریعتی، فرمانده لشکر 31 آذربایجان بود که سال 94 خرداد 94 با خبرگزاری فارس انجام داده بود. او در این مصاحبه به صراحت میگفت که او و قاسم سلیمانی که الان در این برنامه اومده و در اون زمان فرمانده لشکر 41 سال الله بود، هر دو به دلیل اینکه میدانستن و مطمئن بودن عملیات لو رفته، قواسان خودشون رو به عملیات نفرستادن، تسلیم فشارهای او میگوید محسن رضایی و عزیز جعفری، که الان عزیز جعفری یعنی همون محمد علی جعفری الان فرمانده سپاه است، نشدن. بعد تو صحبت از این میکنه که نگران بودش محاکمه نظامی بشه. در واقع شبکه 3 سیما برنامه حالا خورشید دیروز آقای قاسم سلیمانی رو اوورده بود یه جورایی مسئله محسن رضایی این توییت رو رفع و رجوع بکنه. روایتی که آقای قاسم سلیمانی هم داد حالا دیگه روایت تاریخی است، با آنچه که قبلا هاشمی رفسنجانی گفته بود، فرماندهان جنگی گفته بودند، هم میخونه. خود آقای محسن رضایی هم بالاخره عقب نشینی کرد. روایت نهایی این هستش که بله، عملیات کربلای 4 اولا برعکس ادعای آقای محسن رضایی عملیات اصلی بود، ایران در اون مقطع برنامه‌ای برای عملیات دیگر نداشت، دوم این عملیات لو رفته بود، سوم به یک شکست تمام عیار انجامید. منتها استدلالی که آقای قاسم سلیمانی گفت همون استدلال کلاسیک فرماندهان سپاه بود، مبنی بر اینکه هیچ عملیاتی نبوده که بخشش لو نرفته باشه، بنابراین در این زمینه یک جورای طرف آقای محسن رضایی رو گرفت. حالا اینکه آقای فلاحت پیشه نماینده مجلس گفته که باید این صحبت‌های آقای رضایی در کمیسیون امنیت ملی بررسی بشه، چقدر جدیه به نظر شما؟ ببینید خیلی جدی نیست. یه بخشی از واکنشی که در داخل ایران صورت گرفت ناشی از منازعات سیاسی پشت پرده است. آقای محسن رضایی برای خودش یک جریان سیاسی راه انداخته، الان مقابل FATF ایستاده، مقابل خواسته بخشی از دولت و مجلس ایستاده. اختلافات بسیار عمیقی هم از زمان جنگ بین جناح‌های مختلف حکومتی وجود داره. این اختلافات ریشه باز کرد. مثلا مسئله که بزرگتر از اینها هست، در واقع این اختلافات فرو خواهد نشست. مسئله بزرگتر در واقع ورود بی سابقه غیر منتظره نسل جوان به پرونده جنگ بود. مسئله بسیار زیادی در همین 24 ساعت 48 ساعت اخیر باز شده. یک نمونهش مثلا در مورد عملیات خیبر. خب سال‌هاست جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه که در این عملیات خیبر جزایر مجنون تصرف شدن، ایران دستاوردهای بسیار بزرگی داشته. حالا کم کم دوباره افکار عمومی داره میخونه که در اون عملیات به دلیل اختلافات حاد سپاه و ارتش عملا با دو قرارگاه عملیات انجام شد، به همین دلیل نیروهای ایرانی قیچی شدن، به همین دلیل هزاران نفر از ارتش و سپاه کشته شدن و یک طرف قضیه دوباره آقای محسن رضایی بوده. فکر کنم زمینه این بزرگتر، مسئله بزرگتر این هستش که نقش کسانی مثل محسن رضایی که گفته میشه با اصرارشون جنگ رو به سمت دیگری بردن، باعث کشته شدن تعداد زیادی از سربازان وطن شدن، حالا با نگاه موشکافانه تری باز بشه. ممنونم ازتون، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. در آمریکا لینزی گراهام، یکی از سناتورهای بانفوذ جمهوری‌خواه، میگوید پس از دیدار با رئیس جمهوری تا حدی خیالش درباره استراتژی آمریکا درباره سوریه راحت شده. دو هفته پیش دونالد ترامپ ناگهان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون می‌کشد، اقدامی که انتقاد شدید بسیاری از سیاستمداران آمریکایی از جمله سناتور گراهام را در پی داشت. جزئیات بیشتر از جیاره گل. جنگی شدید با باقی‌مانده داعش در شرق سوریه. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در 3 سال گذشته بی‌وقفه با حمایت هوایی آمریکا با داعش جنگیدند. دیروز مناطق دیگری را از داعش در منطقه دیر زور تصرف کردند. این در حالی است که تهدیدات ترکیه در مرزهای شمالی سوریه برای حمله به منبج ادامه دارد. ترکیه به اعزام نیرو و سلاح‌های سنگین بیشتر به مرزهای این کشور با مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه ادامه می‌دهد. 2 سال پیش نیروهای متحد کرد داعش را از منبج بیرون راندند. حال بسیاری از مردم این شهر نگران جنگی دیگر هستند.
احنا ناس بسطاء. ما مردم ساده هستیم، تنها خواهان امنیت و صلحیم. نمیخوایم دوباره تیراندازی بشنویم. نباید زندگی تحت کنترل داعش رو فراموش کنیم. داعش ما رو تنبیه میکرد و از خونه هامون بیرونمون میکرد. دو هفته پیش دونالد ترامپ متحدانش و رقیبانش را غافلگیر کرد. او اعلام کرد آمریکا نیروهایش را از سوریه به زودی بیرون خواهد کشید. اما دیروز یکی از سناتورهای با نفوذ حزب جمهوری خواه آمریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ گفت رئیس جمهوری آمریکا به او اطمینان داده که خروج آمریکا از منطقه سریع نخواهد بود. رئیس جمهوری اطمینان داده که نیروهای ما را طوری خارج کند که کار داعش تمام شود. هدفی برای امنیت ملی ما. ایران نتواند جای نیروهای ما در سوریه را پر کند و از متحدان کرد ما حفاظت شود. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ جمعه گذشته به درخواست کردهای سوریه تعدادی از نیروهای ارتش سوریه به منبج اعزام شدند. حرکتی برای مقابله با تهدیدات ترکیه و متحدانش. طبعا الحوار جاری مع الحكومه السوريه. ما با دولت سوریه در حال گفتگو برای بازگشت نیروهای ارتش با حمایت نیروهای روسیه هستیم تا در مرز با ترکیه مستقر شوند. در حال حاضر نیروهای سوریه در داخل شهر نیستند و در مرز و مقابل نیروهای متحد ترکیه مستقر شدند. روز شنبه گذشته وزیر خارجه ترکیه به همراه هیئتی به مسکو رفت. هنوز مشخص نیست آیا روسیه به ترکیه برای حمله به منبج چراغ سبز نشان می‌دهد یا نه. امروز یکی از مقام‌های کرد سوریه از دیدار با مسئولان وزارت خارجه روسیه خبر داد. او گفته روس‌ها قول میانجیگری بین کردها و دولت سوریه را دادند. بدران چیاکرد رئیس دولت دموکراتیک خودمختار در شمال سوریه به خبرگزاری هاوار درباره ملاقات با روس‌ها گفت با میانجیگری روسیه به دنبال راه حلی برای حفاظت از مناطق شمال و شرق کشور در برابر تهدیدات ترکیه هستیم. با روس‌ها درباره گنجاندن منطقه خودمختار در قانون اساسی سوریه صحبت کردیم تا ثروت ملی یکسان بین همه شهروندان سوریه تقسیم شود. در چند روز گذشته هزاران شبه نظامی سوریه مورد حمایت ترکیه به مرزهای منبج رفتند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی هنوز در منبج حضور دارند و جنگنده‌ها و هلیکوپترهای ائتلاف به رهبری آمریکا در آسمان این منطقه دیده می‌شوند. ژیارگل بی بی سی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاه کنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در تهران گروهی از مردم و دانشجویان در اعتراض به حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب تجمع کردند. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران گفته توییتش درباره عملیات کربلای 4 تحلیلی پسینی بوده. در ادامه برنامه نمایشگاه عکس‌های هنری فر در موزه علوم طبیعی برلین. در آستانه برگزاری نشست صلح جده، وزارت خارجه ایران گفته دیروز هیئتی از طالبان به تهران رفته تا راهکاری برای پیشبرد روند صلح افغانستان پیدا کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته هیئت طالبان دیروز در تهران با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه گفتگو داشته. آقای قاسمی تاکید کرده که دولت افغانستان در جریان این دیدار بوده. نمایندگان طالبان در نشست ابوظبی که چندی پیش برگزار شد دیدار با هیئت حکومت افغانستان را رد کردند. همکارم فاده مسیحا این خبر را دنبال کرده. فاد، چی میدونیم از این مذاکراتی که طالبان در تهران داشتن؟ تا جایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات خیلی مهمی بوده به گفته آقای قاسمی، اما هنوز ترکیب هیئتی که به تهران رفتن مشخص نشده که در چه سطحی بوده و دقیقاً از کدام جناح‌های مختلف طالبان، از کدام جناح این گروه به تهران رفتن. ولی خوب است نگاهی بندازیم به ترکیب هیئت‌هایی که در گذشته گزارش شد که به تهران رفته بودند. در چند سال گذشته دست کم 3 بار گفته شد که هیئت طالبان به تهران رفتن، که در هر 3 بار گفته میشد که ریاست هیئت به دست سید طیب آقا بوده، رئیس دفتر قطر طالبان. بنابراین میشه حدس زد که این دفعه هم ترکیب هیئت از
بخشی از دست کم بخشی از دفتر قطر در ترکیب هیئت بودن. یک احتمال همی است که ترکیب هیئتی که به تهران رفته ترکیبی بوده باشه از طالبانی که در دفتر قطر هستند با طالبانی که در پاکستان هستند، چون همی اتفاق هفته گذشته در روز پیش در ابوظبی افتاد، در مذاکرات صلح ابوظبی، یعنی یک ترکیب از هر دو کشور رفته بودن. بعدش ایران دنبال چیه در این مذاکرات با طالبان؟ ببینید این اولین بار نیست، همینطور که پیشتر گفتم که گفته میشه هیئتی از طالبان به ایران رفته و ایران مذاکره کرده با طالبان، و ضمناً ایران اولین همسایه افغانستان هم نیست که با طالبان گفتگو میکنه. پاکستان با هیئت‌های طالبان گفتگو کرده، چین کرده، روسیه همچنان. اما خوب است به این نکته توجه بکنیم که طالبان در حال مذاکره با طرف آمریکایی هستند و در اون مذاکرات خواسته هایی دارند که با آمریکا مطرح میکنند. طبعا هر گفتگویی که بین هر جناح‌های دخیل در بازی افغانستان با آمریکا میشه برای کشور مثل ایران اهمیت داره، چون ایران مرز مشترک طولانی داره و به هر حال امنیت تو کشور به همدیگر ارتباط میگیرن. میشه چنین حد زد که از یک طرف طالبان هستن که میخوان به کشورهای همسایه و از جمله ایران اطمینان خاطر بدن که در این گفتگوها منافع همسایه ها رو در نظر میگیرند، حداقل مخالفت از اونا رو نداشته باشن، به خصوص که پیشتر هم گفتم یک مذاکره در ابوظبی و در امارات بود، مذاکرات بعدی در عربستان است که این دو کشور هم به هر حال با ایران روابط خیلی حسنه ندارن. از اون طرف ایران هم بالاخره به عنوان همسایه افغانستان نمیخواد که از آنچه که میگذره در مذاکرات صلح افغانستان دور بمانه و به دنبال ای است که منافع خود در اونجا در این مذاکرات تامین بود. ممنونم از فاطمه مسیحا همکارم. موزه علوم طبیعی برلین این روزها میزبان عکسهایی از هنری فر، عکاس مطرح نیویورکی و از طرفداران سرسخت محیط زیست است. امکان ندارد وارد این نمایشگاه شوید و در یک نگاه به واقعیت نهفته در پشت تصاویر پی ببرید. اما وقتی متوجه شوید به چه چیزی نگاه میکنید شوکه میشوید. مریم انصاری شما رو به دیدن این نمایشگاه میبرید. اینها نقاشی های آبستره نیستند. تصاویری واقعی‌اند، بدون هیچ دستکاری در رنگ یا طرح آن، از طبیعتی دفرم شده توسط انسان. موزه علوم طبیعی برلین برای دایناسورهایش معروف است و نمایشی جذاب از روند شکل‌گیری هستی از میلیون‌ها سال پیش تا کنون. و حالا نمایشگاهی که ما را با روند نابودی این هستی به دست خود ما روبرو می‌کند. عکسایی که هنری فر گرفته هم زیباست هم عجیبه. اون کاری کرده که وقتی در مقابل این عکس وای میستید از خودتون بپرسید این تصویر چیه؟ و پاسخی که میگیرید چندان زیبا نیست. این عکس محبوب خیلی هست. دختر بچه ها جلوی این عکس میستن و باش سلفی میگیرن. و وقتی بهشون میگیم دارین به مدفوع خوک نگاه میکنین حسابی شوکه میشن. این دریاچه مدفوع خوک در آمریکا در فضای باز تلمبار میشه. چند ماه پیش طوفان فلورانس کارولینای شمالی رو درنوردید و این دریاچه مدفوع رو در تمام منطقه پخش کرد. رنگ صورتیش هم به خاطر هورمونیه که توی خوراک خوک ها میریزن. هنری فر سال هاست با دوربین خود زخمهایی را که بشر بر جای جای کره زمین زده مستند می کند. نمایشگاه شما را با این سوال حیاتی درگیر می کند که امکانات رفاهی و نیاز ما به انرژی با چه هزینه‌ای برای محیط زیست تامین می شود. در جریان حفاری بریتیش پترولیوم در سال 2010 در خلیج مکزیک انفجاری مهیب رخ داد. نزدیک به 796 میلیون لیتر نفت وارد آب شد. در نگاه اول شبیه آتش بر آب میمونه، ولی این مواد شیمیایی هستن که برای نشست نفت بر کف اقیانوس روی سطح آب ریختن. تأثیرات وحشتناک این مواد سمی کمتر از خود نفت نیست. این یه فاجعه جبران ناپذیر بود. هنری فر اون موقع به اونجا پرواز کرد و صحنه هایی که دید تو همه عمرش تحت تأثیر قرارش داد. عکاس میگوید هنر برای ایجاد تغییر است و حساس کردن شهروندان به آنچه در زندگی روزمرهشان می گذرد. دو خط موازی مانند دو شریان بر خاک. اینها رد چرخ‌های یک بیل مکانیکی در معدن آلومینیوم است.
Es sieht eigentlich aus wie eine Mondlandschaft, wo möglicherweise ein Fahrzeug entlang gefahren ist. این عکس رو انگار از کره ماه گرفتن. این رنگ‌های زیبا در حقیقت پسمانده‌های تولید آلومینیومیه. یک پسماند به شدت سمی. چند سال پیش بر اثر فرو ریختن سدی در مجارستان یکی از محفظه‌های بزرگ نگهداری این پسماندها خراب شد و این مواد رو در روستاهای اطراف رود دانوب پخش کرد. به هر کجای نمایشگاه که سر بکشید با گوشه‌ای از خرابکاری بشر روبرو می‌شوید. شیارهایی که در آنها آب اسیدی و سایر مواد شیمیایی جاری است، به جا مانده از حفاری‌های معدن زغال سنگ در هومباخر فورست، جایی که زمانی جنگلی 12000 ساله در استان نوردرن وستفالن آلمان بود. از درختان این جنگل تنها 10% باقی مانده. وقتی با واقعیت نهفته در این عکس آشنا می‌شوید، دیگر رنگ‌های شاد آن شما را به وجد نمی‌آورد. این چشم‌اندازهای مرموز تصویر خود ما در طبیعت را منعکس کردند. مریم انصاری، موزه علوم طبیعی برلین. خب نگاهی بکنیم به موضوع برنامه امروز هشتگ شما. شما چقدر به بخت و اقبال یا شانس باور دارید؟ آیا خودتون را آدم خوششانسی میدونید یا بدشانس؟ حس خودشانسی یا بدشانس بودن چقدر به امید و تلاش در زندگی شما تاثیر گذاشته؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 8:30 در افغانستان. هنوز در خیلی از نقاط دنیا از جمله همینجا در بریتانیا سال 2018 هنوز به پایان نرسیده، اما در نقاط شرقی کره زمین از جمله نیوزیلند و استرالیا سال 2019 آغاز شده. این بخش خبری رو با تصاویری از آتش‌بازی و مراسم آغاز سال نو در این مناطق به پایان می‌بریم. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.